میر عماد سیف قزوینی، استاد بزرگ خط نستعلیق، حدود سال 961 هجری قمری در قزوین به دنیا آمد. مدتی در تبریز شاگرد ملا محمد حسین تبریزی بود، اما وقتی در خوشنویسی از استادش جلو افتاد، به عثمانی، حجاز و خراسان سفر کرد تا بیشتر بیاموزد. بعد از آن به دعوت شاه عباس به اصفهان رفت. میر عماد توانست پایه خط نستعلیق را آنچنان محکم کند که تمام صاحب نظران خطوط اسلامی آن را عروس خطوط اسلامی نامیدند. او در سالهای آخر عمرش سبکی را خلق کرد که به خط میر معروف شد. شهرت میر عماد به حدی بود که بزرگان آثارش را در ازای طلا می خریدند. اما عده ای از روی حسادت شاه را علیه او تحریک کردند. میر عماد که از این بیمهری ها رنجیده بود، وقتی شاه عباس 70 تومان برای نوشتن شاهنامه برایش فرستاد، 70 بیت نوشت و پیغام داد که وجه شما بیشتر از این کفاف نمیدهد. شاه هم ناراحت شد و ابیات را پس فرستاد. در نهایت کار به جای رسید که شاه از روی عصبانیت آرزوی مرگ میر عماد را کرد و اطرافیانش با استفاده از این فرصت در سال 1024 قمری شبانه این هنرمند بلند نظر و آزاده را به قتل رساندند. میگویند شاه بعد از شنیدن این خبر ناراحت شد و فرمان مجازات قاتلش را داد.